سرخط خبرها. توافق طرف‌های درگیر در جنگ یمن پس از یک هفته مذاکره در سوئد. سازمان ملل و امارات متحده از آتش بس در حدیده استقبال کردند. ابراز نگرانی آمریکا از تصمیم ترکیه برای عملیات در شمال سوریه. پنتاگون می‌گوید حمله به شبه نظامیان کرد نیروهای آمریکایی را به خطر می‌اندازد. ضرب آهنگی تازه در ماراتون نفسگیر برکسیت. تریزا می پس از کسب رأی اعتماد برای دیدار با رهبران اتحادیه اروپا راهی بروکسل شد. و تلاشی دیگر برای نجات زمین از گرمتر شدن در نشست لهستان. چهار کشور نفتخیز دنیا اما با پیشنویس سند پایانی مخالفند. سلام به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. طرف‌های درگیر در جنگ یمن در سوئد در هفت روز گذشته مشغول مذاکره جهت یافتن راه حلی برای کاهش درگیری‌ها بودند. دو طرف برای بازگشایی فرودگاه صنعا و آتش بس در بندر استراتژیک حدیده به توافق رسیدند. دبیر کل سازمان ملل متحد و امارات متحده عربی از دستیابی به این توافق استقبال کردند. حالا تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن وارد مرحله تازه‌ای شد. محمد امینی گزارش می‌دهد. مذاکرات در نزدیکی استکهلم پایتخت سوئد. هفت روز بود که نمایندگان دولت یمن که مورد حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی است با نمایندگان حوثی‌ها مذاکره می‌کردند. مبادله اسرا و زندانیان، رفع محاصره از بندر استراتژیک حدیده و بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت در دستور کار بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در روز پایانی مذاکرات در سوئد حاضر شد. ما درباره بندر و شهر حدیده به توافق رسیدیم تا آتش بس در آنجا برقرار شود. سازمان ملل متحد در این بندر نقش اصلی را خواهد داشت تا کمک های غذایی به مردم رسانده شود تا وضع زندگی میلیون ها یمنی بهتر بشود. در مورد مبادله زندانیان هم روی آزادی هزاران یمنی و جدول زمانی آزادی آنها توافق شد و در نهایت روی ادامه تماس ها برای دور بعدی مذاکرات. این چهارچوبی برای راه حل سیاسی جنگ به ما ارائه می کند. حوثی ها گرچه کنترل فرودگاه صنعا و بندر حدیده را در اختیار خود دارند ولی تحت محاصره دریایی و هوایی ائتلاف طرفدار دولت منصور هادی هستند. با بیش از 50,000 کشته که اکثرشان غیر نظامی بودند و در معرض مرگ قرار گرفتن 14 میلیون نفر، جنگ یمن حالا به یک فاجعه انسانی تبدیل شده و کشورهای غربی طرفدار عربستان و امارات متحده عربی هم دیگر توان حمایت از این جنگ را در خود نمی‌بینند. Well, it's because of the UK's strategic partnership with Saudi Arabia and در نتیجه همکاری استراتژیکی که با عربستان و امارات داریم، رابطه ما با آنها ویژه است. ولی داریم با آنها میگوییم که جنگ یمن راه حل نظامی ندارد و باید راه حل سیاسی پیدا شود. به غیر از بریتانیا که در تامین سلاح و تدارکات برای ماشین جنگی ائتلاف عربستان در یمن در کنار آمریکا بازیگر اصلی است، خود آمریکایی‌ها هم دیگر دارند به این جنگ پشت می‌کنند. نمایندگان سنای آمریکا در تازه ترین اقدام به مصوبه ای رأی مثبت دادند که هدفش پایان دادن به حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن است. That would provide sanctions to anyone who stops humanitarian relief into Yemen. این طرح کسانی را که نگذارند به یمن کمک های انسان دوستانه برسد تحریم خواهد کرد. حامیان حوثی ها هم تحریم خواهند شد و فروش اسلحه به عربستان به حالت تعلیق در خواهد آمد. دولت دونالد ترامپ به شدت با قطع حمایت تسلیحاتی عربستان مخالف بوده. هم به دلیل ارزش مالی خریدهای چند صد میلیارد دلاری اسلحه عربستان از آمریکا و هم به خاطر نگرانی از نقش ایران در جنگ یمن، جایی که تهران را به حمایت از طرف حوثی جنگ متهم می‌کند.
ولی ماجرای قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه فضایی را ایجاد کرده که حالا 11 جمهوری خواه در مجلس سنا وفاداری حزبی به دولت را کنار گذاشتند که در نهایت سنا با 60 رأی مثبت در مقابل 39 رأی منفی این طرح را تصویب کرد. یک ماه دیگر با شروع کار کنگره تحت تسلط دموکرات‌ها وضع آقای ترامپ در قضیه یمن و عربستان سعودی احتمالاً بدتر هم خواهد شد. محمد امینی، بی بی سی. علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، با ماست. آقای صدرزاده، در مورد این توافق به دست آمده چه فکر می‌کنید؟ توافق مثبتیه. انتظارات زیادی نمیشه ازش داشت. این صلح نیست، ولی اینها قدم‌های عملی بسیار مهمی برای اعتماد سازی هست، به خصوص اگر این توافق بندر حدیده انجام بگیره که سازمان ملل گفته که کم یا بیش کنترل این بندر حدیده رو به عهده میگیره، باعث میشه که مردم عادی یمن از این وضع فجاعتباری که دارن نجات پیدا کنن و کمک‌های بین‌المللی بتونه به اونجا برسه. قدم های اولیه است، ولی هنوز قدم های زیادتری بایستی بردارن تا بالاخره به یه توافقی برسن که بعداً بتونن دور هم جمع بشن و راجع به مسئله سیاسی و اداره آینده مملکت صحبت کنن. اینا 6 تا پرونده داشتن در حقیقت در سوئد، یکی در مورد همین بندر حدیده بود، دیگه در مورد فرودگاه صنعا بود، بعد در مورد آزادی زندانیان سیاسی طرفین بود و در مورد شهر تعز بود. شهر تعز در محاصره حوثی هاست. سعودی ها میخواستن یا دولت رسمی میخواست که حتما حوثی ها این محاصره رو بردارن. کم یا بیش توافق کردن. در مورد حدیده هم طوری گفتم توافق شده. در مورد تبادل اسرا هم روز سه‌شنبه اینا 16,000 نفری بین همدیگه مبادله کردن. 8,000 خورده عربستان سعودی یا دولت رسمی در دست داره، 7,000 خورده هم زندانی نزد حوثی ها هست. اینا هم قرار مبادله بشه. اگر این قدم ها انجام بشه، میشه امید داشت که بعدن اینها بشینن بر روی مسئله سیاسی کشور صحبت. آیا نگرانی وجود داره از اینکه مشکلاتی بر سر اجرای مفاد این توافق به وجود بیاد؟ مشکلات وجود داره، چون اصولا طرف های یمنی هیچ گونه قابل اعتماد اونجوری نیستن. به هر حال خیلی سریع جبهه عوض میکنن. ولی از اینکه آقای گوترش امروز رفته اونجا، شنیدم که حتی وزیر امور خارجه بریتانیا هم اونجا رفته و آقای عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اونجا رفته و قرار هست همین حداقلی رو که تا به حال بهش دسترسی پیدا کردن این رو فردا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بکنن. بنابراین با این پشتیبانی بین المللی که برای این توافقات داره انجام میگیره، فکر میکنم فشار بین‌المللی به اندازه کافی هست که نگذارن این اطرافی که در یمن هستن زیاد سنگ اندازی بکنن. ولی به هر حال جنگ یمن یک جنگ بسیار بسیار پیچیده است. هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفته. متشکرم از شما علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در صورتی که ایران از خط قرمزهای اسرائیل عبور کند، کشورش آماده مقابله و حمله به اهدافی در خاک ایران است. آقای نتانیاهو هر گونه تهدید علیه بقای اسرائیل را خط قرمز دانسته و گفته حکومت ایران آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل تنها کشوری است که ارتشش مستقیما با نیروهای ایرانی در سوریه درگیر شده. به گفته نخست وزیر اسرائیل هیچ گزینه‌ای برای دفاع از کشورش در برابر ایران مردود نیست. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه سرکوب اقلیت بهائی مصداق نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر از سوی حکومت ایران عنوان شده. این قطعنامه توسط شماری از نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه تهیه شده و خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی در ایران است. مجلس سنای آمریکا هم سال گذشته قطعنامه مشابهی صادر کرده بود. دیدبان حقوق بشر از افزایش سرکوب وکلای دادگستری در ایران خبر داد. در گزارش این سازمان به بازداشت و زندانی شدن 3 وکیل در ماه گذشته اشاره شده. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی و پیام درفشان از جمله وکلای حقوق بشری هستند که
طی ماه‌های گذشته زندانی و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفته وکلا باید سنگ بنای حفاظت از حقوق متهمان باشند، اما در چشم مقامات به گفته او سرکوبگر ایران دشمن به شمار می‌روند. وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته عملیات نظامی در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه غیر قابل قبول است. دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که در چند روز آینده ارتش این کشور به مواضع کردهای سوریه در شرق رودخانه فرات حمله خواهند کرد. ارتش ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری به مرزهای سوریه منتقل کرده. حدود 2000 نیروی ویژه ارتش آمریکا برای کمک به نیروهای کرد سوریه در جنگ با داعش در سوریه مستقر هستند. ژیار گل گزارش می‌دهد. لشکرکشی دوباره ارتش ترکیه به مرزهای سوریه. هدف نیروهای کرد در شرق رودخانه فرات. aslında zeytinlik operasyonu. دیروز رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد به زودی عملیاتی را علیه نیروهای کرد YPG در شمال شرقی سوریه شروع می‌کنند. فراتن دوسونو ما دوباره در مورد شرق فرات هشدار می‌دیم. ما در چند روز آینده عملیاتی رو برای پاکسازی شرق فرات از سازمان‌های تروریستی شروع می‌کنیم. هدف ما سربازان آمریکایی نیست. هدف حمله گروه‌های تروریستی هستند. ترور örgütü mensupları'dır. گروه‌هایی که رئیس جمهوری ترکیه تروریست می‌خواند، نیروهای دموکراتیک سوریه، نیروهای متحد کردهای این کشور هستند. مؤثرترین نیروهای متحد آمریکا در جنگ با داعش در سوریه. امروز شان رابرتسون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا عملیات نظامی در شمال شرقی سوریه به خصوص در نزدیکی نیروهای آمریکایی را بسیار نگران کننده خواند. او گفت این کار برای آمریکا قابل قبول نیست. از سال 2014 همچون عراق بخش‌های وسیعی از سوریه به کنترل داعش درآمد. کمک آمریکا با حمایت هوایی از کردهای سوریه در جنگ با داعش در کوبانی شروع شد. حدود 2000 نیروی ویژه ارتش آمریکا در مناطق تحت کنترل کردها در سوریه مستقرند. در 4 سال گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند داعش را از بیشتر مناطق تحت کنترلشان بیرون برانند، از جمله مندج و رقه، پایتخت خودخوانده داعش. حال نیروهای کرد درگیر جنگ با داعش در منطقه دیر زور در شرق سوریه هستند. فرماندهان کرد سوریه میگویند اگر ترکیه حمله کند آنان نیروهایشان را از دیر زور عقب خواهند کشید. بگو منو تاثیر که تهدیدهای ترکیه نیروهای با تجربه ما که در دیر زور با داعش میجنگند را تحت تاثیر قرار خواهد داد، چون اکثرا از مناطق شرق فرات هستند. بدون تردید برای اونها اولویت حفاظت از خانواده و سرزمینشونه و اونها برای مقابله با تهدیدهای ترکیه باز خواهند گشت. در 4 سال گذشته هزاران زن و مرد کرد در جنگ با داعش کشته شدند. بسیاری از مردم این منطقه نگران تهدیدهای ترکیه هستند. ترکیه نیروهای کرد سوریه را بخشی از PKK می‌داند و تهدیدی علیه امنیت خود. آنکارا بارها از آمریکا خواسته از حمایت از آنها دست بردارد. ژیورگول، BBC. نخست وزیر بریتانیا به بروکسل رفته تا بار دیگر با رهبران اتحادیه اروپا درباره توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به برکسیت صحبت کند. ترزا می به دنبال گرفتن امتیازهایی درباره بخشی از توافقنامه خروج مرتبط با آینده مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است تا بتواند این توافق را به تصویب مجلس بریتانیا برساند. خانم می دیشب توانست از نمایندگان حزبش دوباره رأی اعتماد بگیرد، ولی یک سوم آنها علیه او رأی دادند. بهرنگ تاجرین پس از یک شبانه روز پردلهوره برای ترزا می، بالاخره نتیجه تلاش های همحزبی های او برای برکناریش معلوم شد. نتیجه رأی گیری امشب نشون میده که فراکسیون حزب به خانم می اعتماد داره. ولی با شنیدن ریز نتایج بعید است ترزا می جشن گرفته باشد. 117 نفر از 317 نماینده حزبش در مجلس به او رأی عدم اعتماد داده بودند. خانم نخست وزیر پیش از رأی‌گیری حتی قول داده بود که قبل از دور بعد انتخابات پارلمانی، یعنی تا 3 سال و نیم دیگر، از مقامش کنار برود.
این روز طولانی و دشواری بوده و خوشحالم که توانستم حمایت همکارانم را جلب کنم. عده‌ای قابل توجهی از همکاران علیه من رأی دادند و من به حرفهای آنها گوش کردم. بعد از این رأی‌گیری ما باید روی محقق کردن برگزیت برای مردم بریتانیا و ساختن آینده‌ای بهتر برای این کشور تمرکز کنیم. آنهایی که با نامه‌های عدم اعتمادشان باعث رأی‌گیری شدند همچنان می‌گویند ترزا می باید کناره‌گیری کند. اگر موارد قبلی استعفای نخست وزیرها یعنی مارگارت تاچر و تد هیس را ببینید، هر دو رأی اعتماد گرفتند ولی کنار رفتند چون فهمیدند حمایت حزب را از دست دادند. این یک رأی‌گیری عادی با واجدان رأی عادی نیست، مورد خیلی خاصیه. به همین خاطر طبق عرف تاریخی من معتقدم نخست وزیر باید استعفا بده. همه مشکلات خانم می از برگزیت شروع می شود و به طور خاص بخشی از توافق خروج معروف به حصار. حصاری که از قضا هدفش نامرئی نگه داشتن مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. به این ترتیب که تا وقتی بریتانیا و اتحادیه اروپا یک توافق تجارت آزاد امضا کنند، بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا میماند و از بخشی از قوانین بازار واحد اروپا پیروی میکند تا نیازی به مرز و گمرک نباشد. چیزی که متحدان او در مجلس 100% با آن مخالفند. تمرکز ما روی توافق خروج و تغییراتیه که لازمه در اون داده بشه تا حمایت ما و بقیه همکارها در مجلس رو به دست بیاره. این رأی‌گیری هیچ چی رو از لحاظ حمایت مجلس از توافق عوض نمی‌کنه. دو هفته پس از تایید رسمی توافقنامه برگزیت از طرف اتحادیه اروپا، ترزا می بیش از هر زمانی فهمیده که خروج چه کار دشواری است. او از سه‌شنبه گفتگو با رهبران اروپا را آغاز کرده و امروز هم به بروکسل رفت تا بتواند از آنها قول و اطمینان بگیرد که حصار قرار نیست تا ابد بریتانیا را اسیر کند. قول و وعده هایی که شاید برای راضی کردن همه کافی نباشد. بهرنگ تاجین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، همونطور که گفتی خانم می ممکنه فهمیده باشه که خروج کار دشواری است ولی همچنان پافشاری میکنه که برای محقق شدن برگزیت تلاش خواهد کرد. واقعا شرایط فعلی چقدر به او کمک خواهد کرد؟ ناجیه، ترزا می ممکنه روی کاغذ حداقل برای یک سال دیگه نخست وزیر بمونه و تو شماره 10 داونینگ استریت بتونه زندگی و کار کنه، به شرطی که استعفا نده یا متحدانش در مجلس یه دفعه تصمیم به پایان اعتماد و حمایتشون از حزب حاکم محافظه‌کار نگیرن. ولی مسئله اینه که توی سیستم پارلمانی بریتانیا تمام اعضای کابینه و معاونانشون نمایندگان مجلسن. این یعنی چی؟ این یعنی از اون 317 نفری که دیشب رأی دادن و 200 نفرشون به خانم می رأی دادن، بیشتر از 100 نفرشون کسایی هستند که پست دولتی دارن و طبیعیه هیچ کسی به رئیس خودش که رأی عدم اعتماد نمیده معمولا. به همین خاطره که مخالفان خانم می در حزب خودش احساس میکنن که اعتماد رو از دست داده. و نگاه کنید، این رأی‌گیری دیشب همش درباره این توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا بود. خانم می امروز رفته بروکسل تا از اتحادیه اروپا یه سری اطمینان بگیره، یه سری قول بگیره که در اون بریتانیا در اون حصار ایرلند شمالی نمیمونه و اتحادیه اروپا ظاهرا قرار قول بده که حتی اگر بعد از خروج هنوز به توافق نرسیده بودن و وارد این حصار شدن، بریتانیا رو تا ابد تو اون حصار نگه نمی‌دارن، به مذاکرات برای رسیدن به یه توافق دیگه درباره روابط آینده دو طرف ادامه میدن. ولی بعیده چنین قولی مخالفان توافقنامه در داخل خود حزب خانم می رو راضی کنه و میدونیم الان که اینا حداقل 117 نفرن و خانم می با حمایت حزب دی یو پی رسما فقط 7 نفر بیشتر از احزاب مخالف نماینده داره تو مجلس. در نتیجه شرایط برای تصویب احتمالی توافقنامه در مجلس و در نتیجه آینده نخست وزیری خانم می از همیشه مبهم‌تره. متشکرم از تو بهرنگ تاجرین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در مرکز لندن با ما. به رغم حضور دبیرکل سازمان ملل در محل کنفرانس تغییرات اقلیمی در لهستان برای تشویق رهبران جهان به همکاری در فضای مذاکرات، امید چندانی به چشم نمی‌خورد.
هدف مقابله با گرم شدن زمین بیشتر کره زمین از راه کاهش تولید و استفاده از سوخت‌های فسیلی است. در همین حال 4 کشور نفتخیز دنیا میگویند با پیشنویس سند توافق مخالفند. خبرنگار ما سیاوش اردلان از محل کنفرانس در کاتوویتس در جنوب لهستان با ماست. بهمون بیشتر بگو که اصولا بر سر چه مواردی قرار هست که توافق بشه؟ توافقی که قرار هست بشه ناجی این هستش که سازوکار و اون نقشه راهی رو به اصطلاح که 3 سال پیش وقتی توافق پاریس امضا شد برای پیشبرد اون توافق اینجا سرش بتونن به یه توافق جداگانه برسن. ما چجوری توافق پاریس رو اجرا کنیم؟ توافق پاریس چی بود؟ توافقی برای اینکه گازهای گلخانه دنیا کمتر بشه، مصرف سوخت فسیلی بیاد پایین که دنیا از گرمتر شدنش جلوگیری بشه و همینطور کمک بشه به کشورهایی که نسبت به گرم شدن زمین و تغییر اقلیم آسیب پذیر هستن. قرار بود 3 سال بعد یعنی 2018 اینا سر این قواعدش به توافق برسن بر مبنای یک گزارشی که سازمان ملل ماه پیش داد که اگر بیشتر از 1.5 درجه متوسط حرارت زمین بره بالا ما به آستانه خطر میرسیم و نباید بزنیم به اونجا برسه. اما حالا اتفاقی که افتاده این هستش که کشورهای مشخصا نفخیز دنیا، اونهایی که متکی هستن به سوختهای فسیلی، آمریکا، عربستان، روسیه و کویت، اینها گفتن نه ما گزارش سازمان ملل رو اونطور که گفته قبول نداریم و اصلا هدف توافق پاریس هدف بلند پروازانه هستش و الان سر این که چجوری اون گزارش سازمان ملل که قرار مبنای کار قرار بگیره یه بحثی کلنجاری سر کلمات هستش. این 4 کشور نفخیز میگن ما از اون گزارش سازمان ملل استقبال نمی کنیم، فقط اذعان می کنیم که این گزارش رو دریافت کردیم. این یعنی که برای خودشون یک فضایی رو میخوان باز بذارن که تعهدی ندن به مصرف سوخت‌های فسیلیشون. میگن ما به این سوخت‌های فسیلی احتیاج داریم، بعضیاشون مثل آمریکا اصلا قبول ندارن مشکلی وجود داره، بعضی هم مثل عربستان میگن مشکل ما نیستش، ما این وضعیت رو به وجود نیاوردیم، کشور دیگه به وجود آوردن، ما احتیاج به نفت و گازمون داریم که پیشرفت بکنیم. از همین جهت بسیار سخت است رسیدن به یک توافق بین 198 کشور وقتی چند کشور احساس میکنن که اون توافق به نفعشون نیست و اگه قرار باشه اون توافق اجرا بشه اونها نمیتونن رشد اقتصادی داشته باشن یا غیره. دیروز دبیر کل سازمان ملل اومد اینجا و تلاش بسیاری رو کرد، همین وجودش در اینجا نشانه از این بودش که مذاکرات شاید به نتیجه نرسه. گفت این انتحاری هستش، غیر اخلاقی هستش اگه ما نتونیم کاری انجام بدیم. اونها امیدوار هستن که بتونن با این تشویق‌های خودشون کشور دیگر رو ملزم بکنن بر سر این راه اجرای توافق پاریس به نتیجه برسن، اما فضا بسیار ناامید کننده هستش و بعضی احتمال میدن تا روز شنبه معذرت میخوام سیاوش ایران هم یک کشور نفتخیزه که به نظر میاد باید مثلا موضعش مثل اون 4 کشور دیگر نفتخیز باشه. موضع ایران در این اجلاس چه بوده؟ هیئت ایرانی اتفاقا برخلاف اون 4 کشور دیگه اومدن گفتن که گزارش سازمان ملل خیلی محافظه کارانه بود، اتفاقا باید خیلی گزارش سختگیرانه تری اجرا بشه، توافق پاریس باید خیلی با جدیت بیشتری دنبال بشه، که این خودش برای خیلی ها جالب بود. ولی یه ذره مواضع دولت ناهماهنگ به نظر میرسه، چون از طرف دیگه دیروز حسن روحانی رو داشتیم که اصلا کل مسئله گازهای گلخانه‌ای و آلایندگی های ناشی از این گازها رو زیر سوال برد، گفت این همه آلودگی همه جا هست، خب حالا مثلا ما دارن یه سری قوانین مینویسن خودشون مراعات نمیکنن. مشخص نیست دقیقاً موضع دولت چی هستش، اما رسما اون چه که میدونیم هیئت ایرانی خیلی سفت و سخت پشت توافق پاریس ایستاده. چند تا از وزرای دولت، وزیر خارجه و وزیر نفت هم خواستار تعیین تکلیف توافق پاریس در داخل ایران شدن، اما چون مسئله در داخل ایران خیلی سیاسی شده ما نمیدونیم که موضع ایران نسبت به این قضیه چه خواهد بود. ولی اون چه که رسما اینجا گفته میشه این هستش که موضع ایران و هیئت ایرانی بسیار سازنده بوده. متشکرم از سیاوش اردلان در محل کنفرانس در کاتوویتس از جنوب لهستان. پکن میگوید 2 شهروند کانادایی بازداشت شده در این کشور مظنون به انجام فعالیت‌های علیه امنیت ملی چین هستند و تحقیقات درباره پرونده آنها ادامه دارد. مایکل اسپاور، تاجری که در نزدیکی مرز کره شمالی کار می‌کند، این هفته در تماس با مقام‌های کانادایی از بازجویی‌اش توسط مقام‌های چینی خبر داده بود. پیشتر هم مایک کوربیک، دیپلمات سابق کانادایی، از سوی سازمان امنیت ملی چین دستگیر شد. کانادا گفته برای آزادی شهروندانش تلاش می‌کند.
دادگاه عالی قانون اساسی در سریلانکا تصمیم رئیس جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان را خلاف قانون اساسی دانسته. 7 قاضی دادگاه گفتند رئیس جمهوری برای اتخاذ چنین تصمیمی باید دست کم 4.5 سال در قدرت بوده باشد. دادگاه همچنین تصمیم رئیس جمهوری برای برگزاری انتخابات زودهنگام را غیر قانونی دانست. تصمیم ماه گذشته میتریپالا سیرسنا رئیس جمهوری سریلانکا برای برکناری نخست وزیر اعتراض پارلمان این کشور را در پی داشت. تصادف یک قطار در آنکارا پایتخت ترکیه دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه 47 نفر هم زخمی شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده. مسعود صابری گزارش می‌دهد. صدای تصادف یک قطار پرسرعت خواب را از چشم مردم محل پراند. حادثه در یک ایستگاه قطار در 8 کیلومتری آنکارا رخ داد. قطار سری و سیر از آنکارا به قونیه می رفت. ساعت 6:30 صبح در محله سیفلیک با یک لوکوموتیو برخورد کرد. 206 مسافر هاج و واج شدند. معلوم نیست قطار در لحظه برخورد چقدر سرعت داشته. بین جنازه ها 3 راننده قطار هم هستند. اما چطور یک قطار پرسرعت با یک لوکوموتیو شاخ به شاخ شده؟ رئیس اتحادیه مهندسان ترکیه گفته احتمالاً مشکل از سیستم هدایت قطار بوده. دفتر دادستانی آنکارا گفته تحقیق می‌کند. 5 ماه پیش هم در تصادف یک قطار در شمال غربی ترکیه 24 نفر کشته شدند. مسعود صابری BBC. به ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هستید.